یه کشتی جذاب و مطمئنن پرطرفدار که حسن یزدانی قراره کشتی بگیره با احمد بصری. با سوت داور کشتی آغاز میشه. تو کشتی که با هم سرشاخ میشن. حسن یزدانی حیف که تماشاگر تو سالن نیست تا سالن به لرزه در بیاره. قطعا اگر تماشاگران در سالن بودن سالن رو به لرزه در میبودن. حالا با هم سرشاخ میشن، زیر کت میزنه، سرسینه پایین گرفته بزری. یزدانی سعی میکنه پای بزری داشته خارج کنه، اینجا پای بزری داشته خارج میکنه، مثل همیشه با اقتدار با زیر کتف زدن و به عقب راندن حریف پاش از دوشک خارج میکنه. حالا میان به وسط دوشک، دوباره با هم سرشاخ میشن، همین کار میخواد تکرار بکنه. این خودش یه تکنیک هستش، همه میدونه یک کشتی که صاحب سبکه. حالا میشه از برای زیرگیر بزری، خیمه سنگین از حسن یزدانی، سعی میکنه مقاومت کنه. بزری هم میخواد به عقب برونتش که نمیتونه. همچنان هر دو کشتیگیر در کش و قوس هن که بتونن جای فهم بکنن، منتظر یه فرصت هن. دستای هم دیگر گرفتن. شما حسن یزدانی رو با دوبنده قرمز و احمد بزری رو با دوبنده آبی مشاهده میکنی. هر دو کشتیگیر مازندرانی هستن. حالا همچنان دستای حسن زیاد کار میکنه. بزری هم داره تلاش خودشو میکنه. بزری جوانتر هستش و کم تجربه تر، ولی از آینده داران این وضع هست. حالا میخواد پای بزری رو خارج بکنه که ناموفقه. همچنان داره تلاش میکنه مثل یک بولدوزر که اتحادیه جهانی همین لقب رو به اون داده، بولدوزر. حالا تمام تلاش خودشو میکنه بزری. حالا یک لحظه میخواد کنده یزدانی رو بالا بیاره که فکر نمیکنم موفق بشه. بله، حالا علیه خودش استفاده میکنه و بزری رو خاک میکنه. دو امتیاز میگیره، یک امتیاز هم به خاطر بیرون راندن از تاشک قبلا گرفته بود، سه امتیاز. مایه بارانداز یا فیتل پیچ رو در دست میگیره که خب داور کشتی سرپا میده. میام وسط تاشک دیگه. همه شما این قهرمان و پهلوان رو میشناسید، لازم به توضیح بیشتر نیست. به جز اینکه در دوران کرونا تمرینات خوبی رو انجام داده، قبل از اون هم مصدوم بوده. حالا یک لحظه نشست برای زیرگیری احمد بزری که ناموفق بود، رضای کار بهش نمیده. قهرمان المپیک یک لحظه دیگه میشست برای زیرگیری که خب مچ پا رو گرفته بزری، حریفش هم قهرمان المپیکه. همچنان در کش و قوس این هستن. حالا اصلا کندره گرفته، ببینیم قصد بالا آوردن داره یا فقط قصد دفاع داره. بله، یک لحظه میاد کندره میاره بالا، بگه ببینیم داور امتیاز بهش میده. بله امتیاز داره، داور بهش امتیاز میده. یک بار دیگه میخواد کندی کشی بکنه که ببینیم آیا موفق میشه. بزری هم با وجود جوانی و کم تجربگیش مقاومت میکنه، مچ پای یزدانی رو گرو گرفته. حالا خمه در اختیار گرفته، در حالت خاکی یزدانی. ببینیم چه قصدی داره که خب داور اینجا کشتی رو سرپا میده. مجددا دو کشتی که به وسط دوشک میان. واقعا یکی از نوابق و نوادر کشتی ایران هستش حسن یزدانی. حالا وقت 30 ثانیه ساعت فرا میرسه، کشتی ایران میان از مربیان خودشون. احمد بزری جوانتر و کم تجربه تر هستش، اما از خوبهای 86 کیلوگرم، نایب قهرمان آسیا، برنز ارتش های جهان رو در کارنامه داره و حالا اومده با کسی کشتی بگیره که قهرمان المپیک، نفر اول وزن 86 کیلوگرم، مورد تمجید اتحادیه جهانی و بزرگان کشتی ایران و جهان، که تا الان به نظر من خوب کشتی گرفته. ولی برای یزدانی حکم یک تمرینی رو داره که بعد از مدت ها اومده رو دوشک با عملکردی که تو لیگ داشته. حالا این هم برش مثل یه تمرین میمونه، از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده. حالا کشتی گرفت مجددا میان وسط دوشک تا سه دقیقه دوم آغاز بشه. سرشاخ میشن، همون ابتدا مجددا یزدانی فعال ظاهر میشه. یک بار دیگه بزری میخواد زیرگیری بکنه که ناموفق، اصلا اجازه کار بهش نمیده. خیمه سنگین نمیخواد اجازه بده که خاک بشه و بزری بتونه فنی رو اجرا بکنه. داره مقاومت میکنه، همچنان کاملا خیمه سنگین کاملا دراز کشته رو تشک که اجازه نده حتی پاش هم از تشک خارج بشه. داره میچرخه که باشد تشک خارج نشه. آفرین الحق که بهش گفتن بهترین صاحب سبک، واقعا درست گفتن. حالا بزری با هول دادن سعی میکنه پای یزدانی رو داشته خارج بکنه که امتیازی نداره، چون در حالت درازکش و با دوتا پا به دیمون از تشک هدایت شد.
بی خود نیست که بهش میگن صاحب سبک. حالا مجددا به وسط تشک اومدن دو کشتیگی. این یه تجربه میشه برای بازی جوان که در آینده بتونه کشتی‌های بهتری بگیره، مثل کامران قاسم‌پور. حالا یک بار دیگه نشست برای زیرگیری، انصافا هم خوب زیرگیری میکنه بزری، ولی از اینجوری کارش نمیده، با یه چرخش کارخونسا میکنه و میاد که خاک بکنه، دو امتیاز هم میگیره. مایه فیتیلپیچ رو در دست گرفته، ببینیم قصد فیتیلپیچ یا بارانداز کردن حریف رو داره یا خیر، که داور کاشی رو سرپا میده، همینجا بلند میشن با کشتیگی. از هر فرصتی استفاده میکنه این قهرمان المپیک که تمریناتش رو هم در ساحل انجام میده، تمرینات استقامتی دو و یه سای تمریناتش رو در باشگاه با چند تا از کشتیگیران از جمله مشتبه گلیج، ایمان صادقی و کشتیگیران همشهری خودش تمرین خودش رو ادامه داده. حالا مجددن دو کشتیگیر در سرشاخ ببینیم چه کاری رو میخوان انجام بدن. بزرگی هم خوب کار کرده با وجود جوانی کم تجربیش مقابل قهرمان المپیک. حالا دو کشتیگیر مجددن بیش از پیش فعال میشن و میخوان دوباره جای فهم بکنن. بعضی بارها میشنه برای زیر که ناموفقه، نفع اصلا یزدانی خمو رخته میگه میخواد خاک بکنه که نمیتونه، یک بار دیگه زیر خمو میگیره و اینجا خاک میکنه بیرون از دوشک. بزریو امتیاز هم میگیره، میامه وسط دوشک دو کشتیگی. بزری خوب حمله کرده تا الان، تحت تاثیر نام حسن یزدانی دارنده دو مدال طلای جهان و یک مدال طلای المپیک قرار نگرفته، خوب کشتی گرفته، میتونه آینده دار باشه احمد بصری. حالا یک بار دیگه نشست برای زیر، یک میخواست فنی جام کنه که یزدانی خونسا میکنه، بمانند فینال المپیک ریو که پای انور دودیوف رو دوش گرفته بود همون کار تکرار میکنه، امتیاز میگیره همین جام وقت کشتی به پایان میرسه. و برنده کشتی میشه 11-0 با امتیاز عالی بزری رو شکست میده. خسته نباشید میگیم به تو کشتیگیر، آفرین میگیم به بزری و ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. تا کشتی های دیگه، خدا نگهدار.